توی این فیلم در مورد کنترل ظرفیت کمپرسورهای سکرو بیتزر صحبت می‌کنیم و روش و ساختار این کنترل ظرفیت رو با همدیگه مشاهده می‌کنیم. کنترل ظرفیت در کمپرسورهای سکرو بیتزر مدل CSH و CSW از طریق اسلایدری هست که دارید مشاهده می‌کنید، با حرکت خودش بین دو مارپیچ میزان ظرفیت رو کم یا زیاد میکنه. اسلایدر از طریق یک میله به یک پیستون وصل میشه که این پیستون در داخل سیلندری به حرکت در میاد. پس برای کنترل ظرفیت نیاز هستش که این اسلایدر حرکت بکنه. برای کنترل ظرفیت از روغن استفاده میشه. پس با فشار روغن پیستون به حرکت در میاد. پشت پیستون فنری وجود داره که پیستون رو به شرایط اولیه برمیگردونه. پس روغن این پیستون رو هول میده در داخل سیلند و به تبع اون اسلایدر هم حرکت میکنه. همونطوری که میبینین کنترل ظرفیت 100% از طریق این لوله انجام میشه. زمانی که شیربرقی برقدار بشه، روغن وارد سیلند میشه از طریق این لوله فلزی و پیستون به انتهای مسیر فرستاده میشه و نیروی روغن بر نیروی فنر غلبه پیدا میکنه. پس اسلایدر حرکت میکنه. زمانی که اسلایدر حرکت میکنه، ظرفیت ما به 100% ظرفیت میرسه. اما نیاز داریم که ظرفیت متغیری داشته باشیم که بر اساس نیازمون و کاربردمون ظرفیت های دیگه‌ای مثل 25, 50 و 75 رو هم داشته باشیم. پس بایپس هایی رو هم ایجاد میکنیم، همونطور که میبینید از طریق این لوله ها، این لوله های فلزی مسیرهایی هستند که روغن رو بایپس میکنن و به این ترتیب ما میتونیم ظرفیت های پایین تری رو هم داشته باشیم به غیر از 100%. این قسمتی که دارید مشاهده میکنید فیلتر روغن کمپرسور اسکرو بیتزر هست که روغن پس از ورود به فیلتر و از خروج از اون به قسمت‌های مختلف فرستاده میشه برای روغنکاری بولبرینگ‌ها و دیگر اجزا. همونطوری که دارید مشاهده می‌کنید توی کمپرسورهای اسکرو بیتزری که الان دارید باز شده و در تصویر می‌بینید، کمپرسورهای 60 تن و 140 تن بیتزر هستند که هر دوتاشون یک ساختار کنترل ظرفیت رو دارن و به یک شکل کنترل ظرفیت داره انجام میشه در این کمپرسور و از طریق یک پیستون و اسلاید والو این کار انجام میشه. در کمپرسورهای HSN و HSK با OS این سیستم کمی متفاوت هست. پیستون دارای ساختار دیگه‌ای هستش که اونها رو در فیلم دیگه‌ای کنترل ظرفیت اون کمپرسورها توضیح دادیم.